ادرویس: رفتار خطرناک رژیم ایران باعث بی‌ثباتی خاورمیانه می‌شود. هشدار سناتورهای آمریکا نسبت به تضعیف تحریم‌های رژیم ایران توسط اروپا. حمایت جمعی از رانندگان وانت‌بار غرب تهران بزرگ از اعتصاب کامیونداران. با سلام به بینندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به در یک نگاه این ساعت توجه کنید. ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، طی پیامی نوشت: من با خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، در مورد اینکه رفتار خطرناک رژیم ایران همچنان باعث تضعیف ثبات در سراسر خاورمیانه است، گفتگو کردیم. 10 تن از سناتورهای آمریکا از جمله تام کاتن، تد کروز و مارکو روبیو طی نامه‌ای به اتحادیه اروپا نسبت به تضعیف تحریم‌ها و یا دور زدن آنها هشدار دادند. در این نامه به سفیران انگلستان، فرانسه و آلمان آمده است: هر گونه تلاشی برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌ها می‌تواند منجر به اقدام از جانب کنگره در هماهنگی با دولت آمریکا گردد. لیز چنی، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: ما هفته گذشته جلسه بسیار خوبی با مشاور امنیت ملی داشتیم. رژیم ایران این را باید بفهمد که این گونه رفتار آنها برای آمریکا قابل قبول نیست. هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا از دستیابی رژیم ایران به سلاح‌های اتمی جلوگیری کنیم. ما به اقدامات بسیار سختگیرانه خود در رابطه با رژیم ایران ادامه خواهیم داد. We had a really good meeting with the National Security Advisor on Capitol Hill where the Iranians have got to understand that those are the kinds of behaviors that won't be accepted by the United States and take a lead on ensuring that we do everything we can to prevent the Iranians from obtaining nuclear weapons. But we've got to absolutely make sure that we're committed, particularly as we watch Iran continue its مجله تایم به نقل از یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا فاش کرد: سپاه پاسداران از شرکت‌های واسط آلمانی برای خرید ماشین‌های پیشرفته چاپ کاغذ‌های سایه‌دار استفاده می‌کند. سپاه پاسداران اسکناس‌های بانک‌های یمنی را عملاً به ارزش صدها میلیون دلار چاپ کرده و از آنها برای سرمایه‌گذاری روی جنگ نیابتی علیه صنعا استفاده کرده است. شرکت‌های آلمانی به عنوان پوششی برای سرمایه‌گذاری رژیم ایران مورد استفاده قرار گرفتند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای برای اقدام فوری خواستار توقف جاده‌سازی روی گورهای جمعی قتل عام شدگان 67 در اهواز شد. در قسمتی از این بیانیه آمده است: مقام‌های رژیم ایران با تخریب گورهای جمعی و فردی مخالفان سیاسی که در دهه 60 ناپدید و یا در قتل عام 67 به طور فراقانونی در اهواز اعدام شده‌اند، مسئول تحمیل رنج و عذابی ناگفتنی بر خانواده‌های آنان هستند. چنین برخوردی با خانواده‌ها مصداق شکنجه و انواع دیگر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است. جمعی از رانندگان وانت‌بار غرب تهران بزرگ در بیانیه اعلام کردند: با توجه به اعتصاب کامیونداران، ضمن حمایت از خواستهای برحق این عزیزان، از آنان تا برآورده شدن تقاضاهای مشروعشان پشتیبانی و برای آنها آرزوی موفقیت و پیروزی می‌کنیم. در پایان در یک نگاه این ساعت توجه شما را به ادامه برنامه‌ها جلب می‌کنیم. خدا نگهدار.